از زندگی لذت ببر چون خیلی زود دیر میشه. سلام بیننده تلویزیون آریانا، از اونایی که برنامه گپ نو رو بیننده هستین آرزوی سعادتمندی شما را دارم. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون، برنامه گپ نو در خدمت شما هستیم. امشب همچنان با تقدیم نمودن برنامه خودتون، حبیب ناظم با جمعی از همکاراش برنامه رو تقدیم حضور شما میکنه. تا پایان برنامه همراهی و همکاری شما را خواهان هستم و بیننده برنامه خودتون باشین. امشب هم وعده میتیم که گپ های خیلی جالب و دیدنی را در برنامه گپ نو برای شما خواهد داشتیم. ولی در آغاز برنامه دیگه میخوایم که برنامه نموددار شوه، فشنی شوه، لوکس شوه، عمو بچه بیایه برنامه را شروع کنیم. سلام ناظم جان. سلام. خوب هستی؟ ساعت من امروز تعریفات کم بود. بس از دیگه، هر دقیقه قدرم نگه. نه خود نخواستی امروز من سعی کنم که کس دیگه نبیایه در برنامه. نه نه، قابل تعریف هستی. خب چی خوبه تو پینجا پیس خود جور کردی؟ خوب شما دی عزیزم با برنامه. رنگای سنگین است. تشکر ناظم جان. طرف های جنسا خیرتی است؟ آرام آرام است. بفرما. سلامون اونی که هیله چه جور سلوری آباد و سه کم کسان چیز گپ نو خپرونه گوری تاستا زنگری سلامونه او کم کسان چیز هیواد به هر هیواد که په اروپا امریکا که هر چیز مگه خپرونه گوری تاستا هم زنگری سلامونه دی خپلو کورانی ترسنگ و سه دی مسافری جون مو پا خوشحاله او پا خوشحاله نتیر شد. بله دیره من نور را خوشحی خبر خوخی خبر چیده ده خوخی خبر با او گرو مخی لگه ده کرکت خبر اول ولم اجازه ده سمده او رو را تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی های 20 اوره بین المللی سه مسابقه برابر هندوستان انجام می دهد. این مسابقات به تاریخ 21، 24 و 27 جدی 1402 برگزار خواهد شد. اولین مسابقه افغانستان و هندوستان در 21 جدی مصادف و 11 جنوری 2024 برگزار خواهد شد که این مسابقه که البته که این مسابقه در استادیوم موهالی ایالت پنجاب هند برگزار خواهد شد. هر سه بازی تیم ملی کرکت کشور برابر هندوستان را می توانید از طریق تلویزیون آریانا به صورت زنده و قانونی تماشا کنین و همچنان از رادیو آریانا میتونین شنونده باشین. بسیار خوب. پس خبر خوش میبینن؟ خبر خوش میبینیم و برمیگردیم. برنامه گپ نو فراموش نکنین. بیا هم پخیر او گرزیده دی خواخی خبر ما پا گرد سر وکتر دی پهیلا چه افغانستان که نور هم دی خوشحالی خبرونه زیاد شی. بله و مقصد ما در برنامه گپ نوی است که ما وقتی که میاییم روز تمام روز کار میکنیم، زحمت میکشیم و چند لحظه که در برنامه گپ نو بیننده می باشین با وجود خستگی ها ما اول تشکری بکنیم و یک خبر خوش رو تقدیم بکنیم که کمک امیر روحیه تغییر کنم. افکارم هم تو مثل خبر خوش بره روحیه مثبت شوه و به می دلیل ما در آغاز هر برنامه یک جمله مثبت مثل که امروز ما امشب در برنامه می فهمی چی گفتم؟ گفتم که از زندگی لذت ببریم وقتی که خیلی زود دیر میشه. و چشم تفوت که دیر شدم و باید با آغاز هر فصل زندگی خود حداقل امی تشویش های فصل گذشته را کنار بانیم. نگه چهار فصل است نه؟ از یک فصل به دیگر فصل امی جگرخونی ها و شبانیم در فصل گذشته و بیاییم با خوشی ها را گرفته با فصل جدید بیاییم. وقتی که ما در برنامه گپ نو نساجان میگیم که همیشه توکل با کی کنیم؟ با الله کنیم. درست به خدایی که ما شما را فریده. پس دیگه نگران نباشیم. یک ویدیو بود یا یک چند جمله را من در یک جای دیدم، خیلی جالب بود برام، خیلی تاثیرگذار بود. میگه وقتی که تو در یک موتر مسافرت میکنی کسی که درایور است او رو نمیشناسی. در یک طیاره که وقتی پرواز میکنی پیلوت رو میشناسی، ولی بازم باور داری که تو رو به مقصدت میرسونه. ولی خدایی را که با این بزرگی و عظمتش میشناسی پس دیگه نگران نباش، همه چیز انشالله که درست خواهد کرد. میگن خدای دیروز و امروز یکی است. پس دیروزت گذشت، امروزت هم مگذره، فردایت هم مگذره. دیگه فقط میگن توکل. بله. اگر موافق باشی من مهمان میداشته باشم. یک دستگاهی را ساخته که در ادامه برنامه من میبینم که چی است. خب گپ است. شکلش خب برای من یک رقم ناشنا بود. شما عزیزان در ادامه برنامه مهمان میداشته باشیم و مارم روی کنین. بعد از این برنامه خودتان برنامه گپ نو خوش آمدین عزیزان.
آرزو دارم تا این دم لذت برده باشین و در آغاز برنامه یادآوری کردیم که مهمان می داشته باشیم. معمولا می فهمین که در برنامه گپ نو ما جوانایی را که فعالیت می داشته باشن و کارکرد می داشته باشن و فعالیت هایشون هم بیشتر در بخش ای است که ما در جامعه بیشتر کاربرد داره و اختراعات را از ایشون شاهد می باشیم. به می دلیل هم ما در برنامه گپ نو اینا را مهمان می داشته باشیم. صادق جان هم یکی از جوانایی است که ای که چی ساختن؟ اینجا دستگاه است در مقابل ما، اما ای که دستگاه چی نام داره و به چی منظور اینجا آمده در ادامه برنامه صحبت می داشته باشیم. صادق جان خوش آمدید به برنامه. خوش باشین نبیب جان، سلام به شما، به تیم تکنیکیتون و به کسایی که ما را از پرده تلویزیون خود و یا هم از طریق چنل یوتیوب تماشا میکنند. عبدالصادق آزاد هستم، یکی از مسئولین صنف 14 هم انستیتوت مکانیکی کابل. و این پروژه که شما بینید، پروژه به نام PLC لوگو یاد میشه که دستگاهی است که مخفف PLC میشه پروگرامبل لاجیک کنترولر، پردازشگر قابل کنترول. خود نام از دستگاه رو گفتین لوگو؟ بله، PLC. PLC لوگو. PLC لوگو نام دستگاه که هسته کمپینی زمینس که ساختش وزو لوگو است. بسیار ما مکمل دیره PLC میگیم. خب نامش فهمیدیم. ای با چی کاربرد داره؟ ای با کاربرد ازی ده کارخانجات برقای سیفاز ده امی ها بیشتر می باشن. خب موضوعی است که در تخنیک زیاد کاربرد داره. بله بطور خب صادق جان بیش ازی که بیایم روی کار کرد ازی و بیایم دانه دانه روی صحبت بکنیم، خودت صنف چند هستی گفتی؟ صنف 14 هم. صنف 14 هستی، ماشاءالله. تا حال روی چند پروژه کار کردی خودت؟ روی چند پروژه ها کار کردیم که چند قبل هم دوستای ما آمدن. خود او پروژه هم خودت دخیل بودی؟ بله، پروژه خانوشمند 50% من خودم دو شریک بودم. خواه یعنی خوب است که معرفی میشیم. بله، نامای دوستایی را که یادآوری کردین در برنامه ما دعوتشان کرده بودیم و در برنامه داشتیمشان و خواه خانه هوشمندم خودت در اون پروژه دخیل بودی و دیگه؟ بله و در لفت هم لفت برقی دو هم کم شریک بودیم. خواه دیگه پروژه بوده که پیش خودم ساختیم و خب حالا خاص اگر پروژه‌ای را که خودت تنها کار کردی را نام ببری چی خواهد بود؟ خب پروژه زیاد هستند. خب همون جالب‌ترینش که بود برای من جارویس اگر فیلم مردانی دیده باشین ایرون من یک رباتی هست که همیشه با او گپ میزنه. مگه جارویس این کار را بکن برای من یا این کار را بکن، او را فعال بساز، ای را فعال بساز. اولین پروژه من همون بودم که او را مساخته بودم. چرا او را نوردی دیگه؟ خب متاسفانه دیگه کمپیوترم سوخت و در بینش بود و نشد. آها، یعنی ربات ساخته بودی؟ خب بله، تقریبا یک AI که هر کار را که میگفتی بله هدایت میدادی یا مو کار انجام میداد. این هم جالب بود. خب و دیگه پروژه او را این پروژه را که یادآوری کردی در چه مدت زمان ساختیش؟ و این تمامش برنامه نویسی بود توسط پایتون، در ظرف دو ماه و چند روز تمامش کردیم. برنامه نویسی بود و فیزیکالی یا حضوری چیز وجود داشت یا فقط AI در داخل کمپیوتر نصب کرده بود؟ فقط مثل یک اپلیکیشن بود که هم در کمپیوتر می داشته باشیم بود هم در موبایل که او یعنی همزمان مثلا تو من بگویشه که از کمپیوتر ما فلانی فایل برای ما در موبایل رهان بکن یا بیارش، او همزمان فکر کنه من کتا یک نفر صدا را میشنید تنها؟ بله صدا، از طریق صدا هر کاری که بگوی او فقط جواب تا میده و همو کارم برات میکنه. این خواه همه قدر AI یعنی واقعا یک چیزی است که ما در این نسل که فعلا در تکنولوژی قرار داریم AI خیلی نقش قابل ملاحظه داره و نقش مهم را داره. اما مثلا خب برای AI خو شما هدایت میدادین، اما مثلا اگر تنها یک صدا رو میشنید یا همه گیره که میتونستی استفاده کنید؟ خب اوجا کسی باز در تنظیمات صدا صدای خود برای روز میدیم. گفتم این بود که اگر یک کسی بگه که این فایل های ما رو دلیت کن، کامل کل فایل های ما رو دکه یک قدر زحمت کشیده یا یک قدر مثلا دیتا جمع کرده در داخل کمپیوتر خود،
که صدا کنی و ای آی هم بره کار کنه کلش فرمت کنه. تنها به صدای همون کسی که مثلا میخوره به هدایت کننده خودش باشه همون نفر، اما میتونه کنترلش بکنه، به صدای دیگه پاسخ نمیده. آه جالب است. ما به می خاطر که یعنی ای آی یگان وقت، اگرچه در مورد ای آی یا هوش مصنوعی ما شما صحبت کردیم، یک برنامه هم داشتیم اگه یاد داشته باشین عزیزا، چیز خوبی است ولی نگرانی هایی را هم ایجاد کرده بین کسایی که استفاده کننده هستند. بخاطر که در ای آی شنیده باشین که حتی کسایی آمدن سرویس های خبری را تنظیم کردن که توسط ای آی ارائه میشه، کسایی کارهای دیگه را انجام دادن، مسئله نوشتن مونوگراف ها، مسئله بسیار کارهایی را که شاید شما فکر کنین که مشکل است و پرچالش است توسط ای آی انجام می شود. خب بخصوص سوال خب ساده ترین کار را که شما دیدین که نفر مثلا در یک موقعیت ایچ نیست، اما با تصویرش فقط با یک کلیک در اون موقعیت قرار میگیره، اون تو سابق مثلا اون تصویر باید فتوشاپ میکرد و باز فیلتر استفاده میکرد و باز بسیار مراحل داشت، ولی حالا چقدر ساده شده فقط با یک اپلیکیشن تصویر خود و یا ای که اگر میخواستن چهره یا فیس یکی را برای کس دیگه چی کنن، ای هم فیک معلوم میشد یا ساختگی، حالا هیچ ساختگی هم معلوم نمیشه، شما میتونین مثلا تصویر خودتان برای چهره های شناخته شده بگذارین. ای هم یک کار است که توسط ای آی شده، اونطور است نه؟ صادق جان نظر خودت چی است در مورد هوش مصنوعی؟ ما شما چقدر یعنی در جایگاهی که قرار داریم برای ما مفید است استفاده از ای آی؟ خب از هر چیز که استفاده درست شده خب خیلی مفید برای ما تمام میشه. خب اگر استفاده مزور بکنیم که چند قبل هم خبر رو گفتن که بانک در چین بود فکر کنند، همون تا خبر پخش شده بود که توسط هوش مصنوعی یک طفل 7 ساله رو هک کرده بودن بانک. بله، حتی روش هایی از استفاده که اگر ما استفاده خوب بکنیم خود با ما خوب تمام میشه، که اگر استفاده خراب بکنیم او با ما خراب تمام میشه. و از نظر ما هم اگر بیشتر از این پیش بره هوش مصنوعی، به گفته ایلان ماسک هم شاید به طبیعی انسان ها بکشه. بله، یک موضوع را که هوشیار باشه، تصویرهای مقبول را که میبینین در صفحات و مجازی یکان تاش کار ای آی است، نقل به تیم نیک یکان تا بازی نقل. خب ای آی هم عجب کارهایی میکنن، خب کسایی که استفاده میکنن اونو میفهمن نو سوزان سان، ولی به منظور ای استفاده بکنیم که منظور یا هدف ما مثبت باشه که بهتر خواهد باشه. خب و کارهای بعدی بخیر چی بود؟ کارهای بعدی دیگه فعلا خواهم که کار دارم و کار دیگه هم زیر دست هست. مثلا چی چیزا؟ مثلا بعضی چیزا هستن خود اگر تکمیل نشه باز نمیشه. خیر یک آیدیا خواست بشه تلقه. بله آیدیا زیاد هست، مثلا یک منبع ولتاژ باشه که خرد باشه، مگم از بیتری کده با ما کاری بلندتر رو بده. تا هنوز هم چیزی یک چیز نبوده. یعنی شما در صدد ازی هستین که یعنی طرحهایی را ما در برنامه گپنه ما با این منظور ما این برنامه را ایجاد کردیم و شما رو دعوت میکنیم که گپهای جدید باشه، یعنی چیزی باشه که پیش دیگرها نباشه. حالا آیدیا خودت چی هست؟ مثلا با ولتاژ بلند چیز نبوده پیش کسی یا بوده؟ خب این فکر نکنم تا یک چیز باشه، به خاطر که اگر ما بتونیم به یک چیز خرده باشه، مثلا به اندازه این موتور ای بتونه یک ولتاژ بسیار بلند رو به ما بده، تو یک چیز فکر نکنم که تالک از جور کرده باشه. خب من فعلا کوشور سرش جریان داره و میخوایم که اون یک چیز بسازم. یک مشکلی هم که هست ساخت ساز فعلا در کشور ما ایست که یک پروزه رو به بسیار مشکل میتونی تو پیدا بکنی و اگر پیدا هم بکنی به بسیار قیمت بلند، به خاطر میفهمم اگه یادم مالا مجبور است بیکم برزی اگه قیمتش 400 باشه او را سر تو 4000 میزنه. این مشکلی که است و هم بسیار پروژات پیدا نمیشه، کچه پولو پیدا نمیتونه. بله چه خوب است، کاش که میتونستیم که این پروژات که نیاز بود در خود افغانستان میساختیم که چقدر کار با ساده میشد. نه بسیار ساده میشد، یعنی افکار و ایده های خیلی جالب در افغانستان هست که میتونه به سود کشور ما تمام شوه. اما متاسفانه به گفته صادق جان که گاه گاه موضوع پرزجات از گاه گاه چالش های فرارای ما قرار میگیره که باعث میشه ما نتونیم به مو هدف و به مو پروژه خود در نهایت برسیم. میتونست و ما خصوصا در فصل زمستان که میرسیم کل یه نگرانی و تشویشش از موضوع برق است.
پیشتر صادق سوزان یادآوری کرد چی وقت میتونیم یک چیزی بسازیم که افغانستان کابل هم نیم کل افغانستان باز بخیر سایب برق شد. خب اگر تلاش کنیم تخیلی نیست، مقصد اینه اگر فکر باشه مثلا میتونیم چطور میتونیم از منابع خود ما تامین کنیم. شما خب کسی که در رشته برق کار کردین به او خاطر ما سوال کردم. خب اگر کوشش بکنیم شد طوره با کمک و تلاش مثلا خود ما و با کمک مثلا کلان های ما که هستن کسایی که فعلا حکومت رو پیش میبرن، خب اگر اونا کمک بکنن ما جوان ها استاد ها افراد زیادی را داریم که میتونن که به زودترین فرصت کاری بکنن. خب امیار هم فکر کنم کارا جریان دارن بند برق انشالله که ما چی میگن روز شبه که دیگه هیچ وقت کسی از این موضوع برق گلمن نباشه. اتونه شکل خدا نکده مصارفش بالا بره؟ نه، با اون مصارفی که نیاز است مثلا یا توان ما و شما هست به اون خاطر. خب، عزیزان بیننده، در حاضر وقفه می داشته باشیم، صحبت ها رو با صادق جان ادامه خواد دادیم. پس از وقفه برنامه خودتان برنامه گپ نو رو فراموش نکنیم. خوش آمدین عزیزان به ادامه برنامه و صادق جان هنوز هست. در مورد پروژه هایی را که زیر دست داشت و در مورد ایده هایی را که قرار است تبدیل شد به یک پدیده و یک چیزی که ما شما شاهدش باشیم و در برنامه هم داشته باشیم هم صحبت کردن. حالا میاییم در روی این پروژه. گفتین کار است که موضوع برق است دیگه. با چی منظور ساخته شده؟ خب این به منظور ساخته شده که کار ما را راحت بسازن. از چی لحاظ؟ از لحاظی که زیادتر ما دیگری در برق سیفاز کار میگیریم. خب در برق سیفاز معمولا اگه اون نباشه ما اینجا چراغ هم داشت گل شد. بله او گلش کنم به من روشنش میگم. پس بجای ما بجای کانتکتور از او کار میگیریم، یعنی مدار فرمان ما. بله لوگو برای ما برای کانتکتور ها فرمان میده تا چی کار رو بکنن ما. مثلا تو خب بیاین حال عملی امیره نشان بتیم. خب عملی فعلا یکی از پروژه خیلی ابتدایی که ایره عملی کردن. این به شکل کار میکنه که یک موتور ما دو محل فعلا خود دو محل است. میتونیم ایره چهار محل، هشت محل، ده محل، هر قدره که بخوایم بریزی میتونیم محل جور بکنیم، او را خاموش روشن بکنیم. خب به خاطر نبود برق سیفاز ایجه دو تا گروپ چاندیم که نشان بتن. فعلا موتور ما خاموش است. اگر ما مثلا بخوایم که روشنش بکنیم موتور ما روشن میشه و که بخوایم میشه مثلا ما رفتیم به فاصله دورتر از اینجا فالش کردیم او سنستیم خود این موتور داغ می باید هرچی زودتر خاموش شوه. خود تای صبح ایش شاید دیرتر شوه یا در اتاق دیگه هستی صبحش پیشته است میتونی ایز خاموش بکنی این دوبار خاموش میشه. خوش سویچه را میتونین فاصله بتین اما قدر؟ بله فرق نمیکنه، هر قدر فاصله که مثلا ما بخوایم میتونیم داده. از هر محل خاموش روشنش کردن میتونیم ما. از اون محل که روشنش کردن اونجا خاموش هم کردن میتونیمش. خب بله. ای چقدر گپ جدید بوده میتونه؟ یعنی قبلا تو یک چیز نبوده؟ در کشور ما افغانستان فکر نکنم، مگم در کشورهای اروپایی و بیرون از افغانستان در بسیار کارخانجات از این استفاده میشه. خب وظیفه ای چی هست؟ این وظیفه ای فرمان میده. فرمان میده؟ فرمان میده؟ بله او برنامه ریزی میشه. فعلا فعال نیست؟ فعلا فعال است. اونم به برنامه نویسی وقتی که شد اما فرمان میده به کانتکتور که کانتکتور عمل بکنه، یعنی چه وقت چی رو روشن بکنه. و زیادتر از این مثلا در کارخانجات استفاده میشه که مثلا دو موتور هستن به صورت نوبتور خاموش روشن میشن که اگر یک موتور از حد معین خود بیشتر کار بکنه امکان داره که بسوزه، امکان داره خراب شه، بسوزه، باعث شورتی شه. خب ما میتونیم به جایی که یک نفر رو تعیین بکنیم اونجا اون نفر هم خود بسیار حال فعلا خود یک میشه یک خبرده باشه یک نفر خب فراموش بکنه یا خود ما فراموش بکنیم اون کار این میتونه اون کار رو به من بکنه. مثلا 5 دقیقه بعد باید موتور ما خاموش شه. این خودش این فرمان میده 5 دقیقه بعد که باید این موتور تا 5 دقیقه به ما کار بده. این خاموش شد 5 دقیقه بعد موتور دیگه ما فعال شه و اون موتور همچنان همین شکل مثلا یک دایره رو همین تو به چرخش می باشه تا اینکه ما خودمون بگیریم خاموش بکنیم.
خوب است، جالب است. و دیگه چی کارهایی را میکنن؟ خب در کنار ازی؟ در کنار ازی کارهای زیاد را میکنن که زیادتر هم به طور گسترده در صنایع مختلف، مثلا موترسازی، نفتگاز، تولیدات. خب در موترسازی هم نقش داره. یعنی این ما این خب فقط یک سمپل است، یعنی میتونیم این با می وسیله یک دستگاه بسیار بزرگ را یا یک کارخانه بسیار بزرگ را میتونیم کنترل کنیم، همونطور است؟ بله، امکان پذیر است. خب به طور مثال میتونیم که پروژه کنترل هوشمند تولید برق در کارخانه را همچنان توسط مدیریت کنیم. مثلا سیستم کنترل پی ال سی میتونه به خاطر تنظیم تولید برق در کارخانه به اساس نیازها و تقاضا کار بکنه در اوجه و با اندازه گیری مصرف انرژی و تولید برق میتونه که بین سازی و تولید کاهش هزینه ها کمک بکنه. خب است، جالب است. یعنی کسایی که در کارهای تکنیکی، ما در برنامه گپ نو ربات دیدیم، تانک آوردن، طیاره را آوردن، شاید در صنعت چیزای کمتر را دیده باشیم، ولی کسایی که کارخانه های تولیدی دارن میفهمن که مثلا فرض بکنین یک آب اگر تولید میکنین یا حتی موتر تولید میکنین، شما نیاز دارین به چندین ماشین و قسم که صادق جان گفت این ماشین ما شما رو کمک میکنه که از استهلاک ماشین های دیگه را که ما شما داریم از وام جلوگیری کنن، خودمو بتونیم کنترل بکنیم، زمان برش بکنیم، زمان بندی بکنیم برش که تا چه زمان مثلا این ماشین کار بکنه، تا چه زمان مثلا این خاموش شوه، همش برمیگرده به این سیستم. و صادق جان هم ادعا میکنه که در افغانستان همچی یک چیز وجود نداشته و این گپ نو است برای ما و شما که در برنامه گپ نو ما این دستگاه را داریم که نامش هم صادق جان بر شما میگه که ما اشتباه نگویم، گفتین پی سی ال لوگو. لوگو پی ال سی. پی ال سی از خود تو در کل نمیتونیم بگیم که نیست، وجود نداره، از مگم به تعداد خیلی محدود. چرا نبوده تا هنوز؟ چرا کسی متوجه نشده به نظر خودت؟ متوجه؟ خب شاید به حساب قیمت بلندش باشه. امی مثلا چقدر تمام میشه اگه کارخانه مونتاژ شوه با می؟ خب این وزن سابقه چیز این قدیمی است، این ما فعلا میتونیم به قیمت های شاید 4000 5000 پیدا بکنیم. 4000 افغانی؟ بله. اما وزن های نوش که آمده اونا قابلیت های خیلی بلندتر را دارن و قیمت های از اونا شاید خب از اونا قدر درست خبر ندارم، اما شنیدیم میگن تا خانه 40000 45000 تا این خانه رو میتونن پیدا شون. خب برای کسایی که کارخانه تولیدی هستن فکر بکنم پول زیاد نیست، ولی کم استفاده شده در افغانستان. کم استفاده شده بود. کم استفاده شده. ها تشکر صادق جان. حالا مورد دیگه در این باره مانده که نگفته باشی؟ چون من خود موضوع تکنیکی است، شاید سوالات من تمام شده باشه. و این دو تا چراغ به منظور از این موندین چون برق صفاس نیست گفتین؟ بله، که نشان بده که روشن میشه و خاموش. فعلا خاموش است، گروپ سرخ است که اگر آن فشار بتین گروپ سبز روشن میشه و موتور ما فعالیت شروع میکنه. این رو که بزنیم؟ بله. یعنی حال روشن شد؟ حال روشن شد. پس او رو باید بزنیم یا این رو؟ هر کدام شکل. پس آف شد. آل یعنی آف هست نیم؟ آل فعلا آف هست. موتور در حالت که آن میکنیم صدا میکنه، یعنی میچرخه گویا؟ خب این صدا از کانتکتور هست. کانتکتور هست؟ از او هست. از لوگو. از این هست نیم؟ تو باش که یک بار بگاه آن کنیم. این هم روشن شد نیم؟ نه روشن نشد. لوگو پاورا. این هزا. و ای لاین های دیگه که هست مربوط چی میشه؟ ای لاین هاش مربوط موتور میشه که اینا موتور روشن میکنن به کانتکتور وصل هستن. این لاین ها وقتی که ما سوژه فشار میتیم لوگو فرمان میده به کانتکتور که باید وصل بکنه و خود نگهدار کانتکتور قید میشه، کش میکنش پایین، وقتی بسته شد برق جریان میکنه و موتور ما فعالیت شروع میکنه. موتور فعالیت شروع میشه و میتونیم چندین موتور رو وصل کنیم دیگه. چندین موتور؟ چند موتور رو میتونه سپورت کنه مثلا؟ چندین موتور رو میتونه سپورت بکنه، ولی هر موتور ما یک تا کانتاکتور باید داشته باشه. هر موتور یک کانتاکتور داشته باشه. بسیار خوب، عالی بود، یک چیز جالب. عزیزا تشکر صادق جان از اینکه به برنامه اومدی و پلانا و کارهای بعدی چی از بخیر؟ خب پلان ها همونی بود که قبلا یادآور شدم، فقط همون هسته و گوش ها و تلاش ها را خود نظمه جیگه. این کار در کجا خاطر رسید؟ این کار اگر ما مثلا بخوایم کوشش بکنیم
میتونه که کارخانجات ما را پیشرفته تر شود. و همو مثلا همو مصارف فیرم داره اما کم شود. بخاطر یک لوگو میتونه که همو سیستم لیندانی که داره، سیستم وایرینگ که داره موتورا و خیلی وار یعنی کم بکنه. فقط چند لین کار داره بس خلاص، که اگر لوگو نباشه چندین لین است که هر طرف میره و اگر کسی چیز خراب شده که بره اوجه گیج میشه. بله واقعا. ها تشکر صادق جان، سلامت باشی، موفق باشی انشالله که چی میگه برنامه ها و کارها و ایده های دیگه که در سرداری انشالله که به عمل بپیونده و به خیر شایدش باشیم و بیاییم خودتا باز هم در برنامه داشته باشیم. پیام و گفتنی پیام هایی هست که خواهشان یک خواهش است که اگر مثلا بجای ازی که ما وقت ما رضای میکنیم و در تیک تاک هستیم، در اینستاگرام هستیم، خب زیاد نی، باشیم، مشکل ندارم. اما لطفاً یک حداقل اگر زیاد نمیشه، روز یک ورق یا یک کتاب مطالعه بکنیم و یا هم یا که یک قرآن کریم ما را تلاوت بکنیم. البته دور از موبایل، پی دی اف بوزی نباشه. آه، یعنی کتاب فیزیکی داشته باشیم به دست. بله. که تأثیر گذاریش بیشتر شود. بله، به خاطر که فعلا اگر متوجه باشین اطفال که هستن در صنف 6 7 اینا بسیار به سختی میتونن که اگر کتاب که میخونن درکشون ضعیف شده. نمیتونن که به درستی یک متن بخونن، درک بکنن از متن چیزی رو. فقط همین که خواهشن اگر استفاده میکنن کمتر استفاده بکنن و مطالعات خودم داشته باشم. بله واقعا تشکر از حضورت تشکر می کنم از شما بیننده های خوبه که تا اینجا ما را همراهی کردین. واقعا موضوعی که صادق جان یادآوری کرد موضوعی است که نگران کننده است میان جوانان، میان اطفال و باید هر چیزی را ما و شما میگن نباید در هر کار نه افراط شوا و نه تفرید، چون بین افراط و تفرید عدالت است نه؟ باید ما و شما تعادل را در هر چیز در نظر داشته باشیم. استفاده از موبایل کار خوبه است، میتونیم احوال و حال دوستار هم داشته باشیم ولی عمل نشد اگه خدای نکرده که نباشه تلفن باز دیگه یه رقم فکر و شما پراگنده که چی شد نه؟ این کار نباشه. تشکر میکنیم از حضور شما بیننده عزیز، همچنان وقفه کوتاه می داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه برنامه، همچنان برنامه گپ ناو، برنامه خودتان را فراموش نکنید. خوش آمدین عزیزان به ادامه برنامه خودتان، برنامه گپ ناو در خدمت شما هستیم. معمولا دوستان میفهمن که ما اینجا که میاییم قرار میگیریم حتما یکی از همکارای ما را داریم. یک همکارمو که یگان وقت غیر حاضری میکنه، خیام جان خط خطی در این برنامه با ما است که بخیر یک کسب و کار جدید هم شروع کرده. لاین داونی است فکر کنم. نه پنچر ماه نیست. چی میگی؟ آه پنچر ماه نیست. خوش آمدی محترم. سلام جناب، خوب هستی؟ خوب هستی؟ چطور هستی؟ خوب هستی ان شاء الله؟ والله خوب هستم. غیبت تکات دیدی؟ والله خو غیر 24 ساعت دیگه کار ندارم، زنای چی واره که از کار افتادم میباشه باز میشم دیگه چیزی غیبت نه. خوش آمدی برنامه دیگه. ما دیگه چیز نمیگم. طرفایت ان شاء الله خیریتی هست. بخیر باشه. خانواده، دوستا، همکاران میگه خوب هستن. خوب هستن. برنامه خوب میگذره. خوب است. فضل خدا خوب میگذره. خوب شکر. چی گپای جدید را در این روزا در برنامه در بخش کمری مخفی برنامه گپ نه و بیننده میباشن دوستا و چی چیزای جدید را ثبت کردی و چطور بوده برخوردها، چطور بوده متنای عزیز ما؟ حالا اکثرا جایی که میری فکر کنم کم کم میشناسن خودت دیگه. والا او گپ هم از شناختن خو میشناسن، خو اکثریت مردم ما دیگه چی بگویم کلا گیره گفته نمیتونیم، بسیار اکثریت کم است البته کم و تحمل به در ندارن همی کارای ما را همی کارای ما را تحمل ندارن که متاسفانه من قفا قم خوردم از طرف
مبارک. او مبارک مبارک. خدا زنده باش. هلا هلا که تو رزلا. دگای شما سر تو دل پر بودی. نه دگای شپت میکردم. دگای شپت میکردم بازی رو دم تصویر زدن مرا یک قفا. تصویر؟ آه خو البته او بچه نادانم بود. معلوم میشه هم وطنای ما شاید دیده باشه شه. نه سر تو اگر مثلا کسی کامری مخفی بگیره وای نمی انمی کامری مخفی که خودت سر از وطن ما گرفتی که سر خودت مثلا قفا قوار کرد. اگر خودت به جای زمی بودی چی میکردی؟ ما خود ما شاید که اول خو امی دو در فطرت ما شما نیست نباید بگوی دو زدن خو کار خوب نیست. دوم از این حوصله‌مندی ما تا او عده باشه که یک آدم ما شما را مثلا کد یک چاقو نزنه کد یک چیز نزنه حتی باید ترس تا به یک قفاق داشته باشیم تا به یک مشت داشته باشیم کو میزنم ما را خوب بد شد دیگه ما نباید بد شویم دیگه من خودم شاید کوشش میکردم که اونقدر بد نمیشدم اونجا خوب اونجا خوب کم لطت کردم نه اونجا خوب کم لطت کردم آه. نیمه پروگرام میفهمی از خاطر چی تیار کردیم ایره به خاطر که در برنامه دیگه اگر فکرت باشه دست رجال عبیب جان گفت یاو از دمویم نزنین و دریم نزنین این دفعه چوبا را آوردم گفتم خیلی کتا چوب نزن بابا ده کتازی بزن خب یک کار دیگه است اینی طرفش یک کار دیگه است بزنه تو را میزنیم دیگه با خود آگم همسایت تانه چیز گفته باشم همسایت نه اعتراض خو همین گیم قسمه است که اینی را میمونه اینجا این قسمه است که چوب در دست یک نفر ما میباشه و این نفر دیگه ما میخواه که از این چیزا یک چیز را بگیره این باید نمانه آه این باید رست نمانه بزنیشن اگر یادم موفق شد و یک چیز را گرفت او آدم کد چوب زدیشه او چوب پس او پس خودش میزنه او را سه دانه برین بچه سه دانه خیلی سکو یک جای تا این میکنیم سکو دینی سا نزنین بخاطر که درد میکنم میشه مثلا ایرا کمی ایرا کمی نه اینجا میزنه اونجا نمیزنه اینجا زنه میره که تو ایرا باید نگیر نه در دست میزنه تو اینه اول ما میگیرم آه اینه مثل که من چیز را میگیرم برو باید تو رو بازی بتر نه هنوزم خورده سعیز نه خورده خورده سعیز اینال خیر اسمن این مسابقه خشن بین دو جوان و بسیار یک کار دیگه میکنیم که تو بسیار نزدیک دیگه نشو میگیری چوبه تو باید رس حد اقل بگی من نمیزنم نمیزنم من پیدره اینه تو اینه قسم نزدیکک میگیری اول نازم میگیری نه اول تو بیدرتان دهی که ما خوب نیست نه من امروز نامده ایم برا خیلی تو استاد ما شد استاد ما شد یعین بچه ما امروز ایت نامده ایم یعین بچه ها ما برم ما شروع کنم نه اونو بسیار ما شروع میکنم نه او قسم نمیشه از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا وردارو اینا خاگ قصد داری بگی از پیشش نه من نامده ایم امروز ایت بیا 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 بذار گمش که وقت نوخ میشه نه او رقم نمیشه حبیب یک دانه بزن دیگه تو برو او رو در شکم مزه دی چه تو میشه حبیب جان بیا بسم الله نه خوی گرفته نه ایرم نمیزنم آن اینال ای میگیرن ایرم میمانم کدمی شایی که گرفته سه دانه میزنم میشه کنو ندارم بسم الله الرحمن الرحیم نه اوگار نکنی از کنو بسو بزنم میشه که این دوستان ببینه که عبیب لعت خورده خیام جان جوان است ایپی میشه بیز چهار تا گرده ازو از کنو خود دمو جایش میزنم که اسپنج باره پس اسپنج باره دسته نگی دسته اوگار بک یکی نه خود چیچ نمیم باستی اوگار کت نه دیگه بس هست سه نه خوی خود نگرفته تو چرا زدیش چرا نگرفته؟ من شو بینه فلان داخشی نگه سرما بر ما سیما گرفتم در سیم گرفتن مفق شدم نخور در دستم چیزش بیا تو چوبش تو این حالو بزن که خیام بتانه بگیره خب من خب ما بگیرم برو باز بگی خیر ما خودت اینه دوست داریم نه این قسم مکه استاد میشه آه او پیشتر آدم استاد شد نه نه بیا دیگه نه 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 زده
نه دادست من از این دوی فرقش نه بیاد دوی فرقش نخورد نه از اینجا تو اینجا نخورد اینجا بخورد لفر رو از این دوی فرقش نه تو نگفتی دیگه دادست دادست نه 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 کی گفت دادست من خب خیر هر سایکو ما خور غلطی میکنی اگر چی گیمتون پیام خوب نداره خوشونت است نه شده خیر است نه میمون مگم بسیار نزدیک میگیری چوب تا خانگر هستی برو 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 نه 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 نشد دیگه نشد دمیز خورد نه دمیز دمیز فر فر خزیر دیگه خدا میرمانه در دستش خورد دمیز خورده دمیز خواه کدوز ما رسی تو میزنی نه در اونجا نه دیگه در اونجیش نزن دفعی فر فر خش دیگه که می دل ما یخ کنه اینجا پایین ما یخ کنه اینجا بیستاش اما تو کستات میشی در برنامه اما تو استاد شد نه اما تو نرمال آه اما تو استاد شد مرد کو درد نهی اوتا بی آه مرد کو درد نهی اوتا هی ای نه نه اون طرف طرف کامل سایکو نه خیال نه این طرف اینجا استاد شد اینجا نستاد کور نکنین کور نکنین نه کور نمیکنه دا پوین نه اما کا دیگه دا پیدا مشه نامی مون سه دلاس نه سه دلاس نه تو امروز اینجا با جنگ کردن اومدی یا نه خال خود چیزی که رواج رواج گیم است نه گیم بازی میکنی یا نه ابی رواج گیم است بچو واسه کفایت میکنه خب نه قدر بازو آخر نه آخر گپ نه واشی نه تبدیل شد به هر حال این گیمت اون پیام خوب نداشت اما سایکو مثلا سایکو ما سه داره کیوان خورده گیم هست نه؟ نه 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 تو کیره بالا میکنی بیادار این رقم کنه تیه دانه بگم دیدی این رقم زدی مرا ما خودم سر خود را جور کردم بسست بسست آخای بسست ما گفتم نه کدام روز ما خیام اینجا زمان نیمه کریم میریم کریم اخیر میبینیم من نمیفهم چند دقیقه فرصت داریم خدا نکره از این گیم گیم خیام آورده بود اما پیام ببینیم خوب است پیام پیام خوب نداشت اما خیر آرزو دارم مورد پسندتان قرار گرفته باشه اما مقصد چی بود که میگیم هوردی؟ مقصد هم از این بود که این خودش یک انسان بی هدف دیگه مقصد از این گیم چی بود؟ من این که بود که کردی خلا؟ ای تو بود که نه والا من رو گفت هم جانم قصد لطه داشتم قصد لطه داشتم من در این تجربه گرفته بودم وانا به در سر شما تطبیق کنم. نه و دقل رو میزدی و چهار تا پتلون سر در سر میپوشن. خب اگر میز از یک ذره دور به دراز چی کیبل درد داره یا چو؟ نه نه کیبل کیبل. نه ای پایپ هستی. پایپ هم درد داره. نه ای پایپ چیز است که پلاستیکی سو خواهد درد. خود تو بگی خیلی که او رو بزن. نه چرا؟ بس. بر حال. از اینکه در کمره مخفی رو ببینیم خوب است. اختر کنجا اگر. انا از خود خیام میتر. خب. باش که زیر انتقاد نریم. اول خو ایر جمعندی کو که مقصد تازی چی بود؟ مقصد ما نبود. آه نه خوشونت خونه سر جان فقط یک چند نقصات ما علت بخورن از امون خاطر من میره خواستم که بیارم داخل و همین چیزها رو میبینی که کلش همه تا چیزهای گرنگ باب است که بیخی وحشتناک معلوم میشه شما در خانه و این چیزها استفاده نکنین همین گیمش خیر است خیر است کمری مخفی رو میبینیم بله از کمری مخفی رو میبینیم دوستای عزیز کمری مخفی رو بیننده باشین حتما جالب است خوش داد می ای از پیش اطفال دور بونید خب سلام سلام تو کجا هستی؟ سلام علیک تو کجا هستی؟ سلام بادر چال داری؟ چال داری؟ چال داری؟ خود تنهایی نمایی کرده زیفرم جور بخیر دفعی کم از خوب هستی؟ از جرمنی آمده هستی کجا هستی تو بخدا؟ آها سلام علیکم بادر چالدست بادر چالدست بادر چالدستی بخیر کجاستی بادر بخیر هستی چالداری خوب هستی شکر از بدوای کجا بودی تو در خروز؟ در کوی دورا کام اومد خوب شد که اومدی اگر نه من پشت دق شده بودم بالا اوه سلام سلام جور بخیر چالداری 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 سلام علیک سی جور هستی چالداری بخیر هستی؟ سلامت باشی. خیر خیرت است؟ چی گفت؟ چی گفت؟ خیر خیرت. کجا بودی تو در خواه؟ والا آمده اینم اینجا میگشتم هیچ بیادر که از دقیقه سیم نمیشد. باز خواستم که تو را ببینم. بله خیرتی است؟ شکر. میری بخیر؟ برو تنهایت بخدا. برو.
تو سنگه چیرته؟ سلامونه سلامونه آخه جورین شکر دوارا جورین چاوا والا دلتا دیر دقا دا راشد سلام سلام مادر خوب هستی؟ سلام داری؟ بخیر هستی؟ خیر خیره تو کجا هستی؟ سلام مادر چال داری؟ چال داری؟ چال داری؟ خود ترمیم داری؟ مای کلاز بشارم چال داری؟ مای کلاز ایره فکرت چشمای مکمک ورقی چه سلام سلام تو کجا هستی؟ سلام علیک سلام علیک سلام علیک ایت گم گم هستی بود چی آفتوش خب حالی دیدی من حالا نه راستی من تو را به دو مارکت میپالیدم من اینجا بودم از اینجا سرگردان پشت تو خب تو چرته ای؟ سلام سلام یه چرا حالا سایی میگرد مخکایی؟ چو سلام مالکی میکردم؟ سنگه ای؟ سلام بادار بخیر بخیر شال داری بیایی سکم رای موتر سی گم گم هستی؟ سلام ای درکت دیست سلام سلام تو کجا هستی تو؟ جور بخیر جور بخیر جور بخیر رفیقم از خوب هستی؟ از جرمنی آمده تو کجا هستی تو بخدا؟ زنگ زدم نامدیم بادر ما ماتلت بودم گفتم خیر زود میای یا قتال دادی که تو با هستی تو؟ چیال داری؟ جانان جور هست خوب هستی؟ بخیر هستی زنگ زدم نامدیم ما اینی را خیال پارک دو کده آه ما اینجا استاده بودم همینجا باش مگه نرسی برات برا سایس برا سلام علیک رزه دیتا بای بابا بخیر خیر 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 جور انشالا شکر بخیر چکه ولاد دلتا ولاد دلتا ولادی ما تو کجا هستی تو جور بخیر خیر خیر بخیر هستی شکر تو کجا هستی بادار؟ سلام برسن با قرآن قدیر با دیدیم تا کتابه نور بخیر خیر خیرت بخیر هستی تو کجا هستی بادار؟ سلام علیکم سلام علیکم جان داری؟ خوب هستی؟ خیر خیر جور بخیر سلام علیکم سلام علیکم خوب هستی؟ خیر خیرت بخیر هستی چی گپ هست؟ خوب بوی میته کجا هستی تو بادار؟ سلام علیکم جور بخیر خود دلم بابا وحشی چیال داری؟ خوب هستی؟ خیر خیرت تو کجا هستی بادار؟ سلام علیکم خیر خیرت بخیر خوب هستی؟ جان جور چیال داری؟ بخیر خوب هستی؟ شکر از فعال چی بگی نو بار دستی با هایی طرح کسا کار داری؟ نه تو را کار دارم میرخم کدی بازم رایی باید از میدی خدا گا بیاز برای زی پخل واز میکنم دگا حالا خیلی دگا نه خب ما این رقم کرد بخدا ما برای تو نکره مک تو بیایست را را ایلا کن چرا حالا تو را زدن را مردم جار بده شما بخدا جار چی بده؟ جار نیست خب ما خود با ما این رقم بخل واز کرد یا سلام علیکم جار ندادیم بیادر ما سلام علیک داشتم اک بدر کده اندیوالم اندیوالم تو با ما این رقم کردی حالا خفه شدی تو کجا هستی تو؟ سلام بادار خیر خیرت بخیر چل داری؟ خوب هستی؟ سطح خوب هست؟ بخیر هستی؟ بخیر آمدی؟ کجا بودی تو؟ نمیجا گرد گوشم میگشتی سلام 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 بادار تو کجا هستی تو؟ با خدا گم گم هستی؟ چقدر دیر شد که من تو را ندیده؟ چه وقت آمدی؟ ما اینا بدر سه که پری روز آمده این تو آدم خبر داری؟ تو را نمیگو میره میگو بیاده جور هستی؟ خیر خیر بخیر هستی خیر خیر خوب هستی کجا هستی؟ کسا کار داری؟ مردم آزاری چرا میکنن او بیاده؟
مردم آزاری چیو بده؟ ما مردم آزاری نکدیم بیدر جان، ما کدیدن دیوال خود بغل کشی کدیم. نه خو صحیح شد الو بیدر، مطلب تا مفاهمیده ما رو که مسلمان روان میبارد که گوشه است تا چه مشکل دسته. ای گلا بوی کو که یک ذره خوشکوی شوید، بوی کو خار شدی لالا. اگه خفه استی، اون در یک ماه کمره مخی داشته مازار خفه نشد. و خیلی باشه. خدا حافظ. خفه نشه یک تلویزیون آریانا یک کمره مخفی بود آزارت میداد. زنده باشه. خفه خونه شدیم. خدا حافظ. خب از آن بیننده تشکری میکنم از همروی شما که تا این دم برنامه خودتان برنامه گپ نو رو بیننده بودین. ما هم با پایان برنامه رسیدیم و ناگزیر هستیم با شما از خدافظی بکنیم. ولی چشم برای نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه خودتان هستیم. آزادانه میتونین نظر، پیشنهاد، انتقادتان با ما شریک بسازین تا اینکه بتونیم برنامه را طبق میلتان تقدیم بکنیم. شما رو تماس برنامه در خدمت شماست و چینل یوتیوب برنامه را فراموش نکنین. اما پیش از این پیام کرکت باید بخوانم. آینه نه گفتی که ما وقت کم بود. نه ما منتظر نوبت بودم. بفرما. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد شلوریز نړیوالو سیالیو په لړ کې له هند سره د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د 1402 کال د مرغومې میاشتې په 21مه، 24مه او 28مه ترسره شي. د افغانستان او هند ترمنځ به لومړۍ سیالۍ د 1402 البته د 2024 کال د جنوري په 11مه نیټه ترسره شي او دا سیالۍ به د هند د پنجاب ایالت په محالي لوبغاړي کې ترسره کیږي. تاسو کولی شئ چې دغه سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه له آرینا ټلویزیون څخه وګورئ او تر څنګ یې له آرینا اف ام څخه هم اوریدلی شئ. خب، بله نصر جان، تشکر. تشکر نظم جان. فکر بکنم فرصت برای من تمام است و ما خودت با اجزا خدافزی کنیم و چینل جوب هم سابسکرایب کرین، زنگولگه که تا فشار ور کری او طول اغاق پرانی چل تا اپلود کیگی تاسو دقیقه لیدون که واسه او ترسنگی تاسو کولای چه چیز منگا چینل افغان دیلی چه ده حفیظ جان او ده وارش جان گزارشونه ال تا اپلود کیگی او ترسنگی لفستور چه زمونږه مخفی کمره چې خیام جان ډیر زیار باسي او خبرونه هلته اپلود کیږي تاسو وګورئ. تر بیا بل خبرونه وخت سره مخیر. الله نگهدارتان.